درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. سال گذشته بود که دانش آموزان ایرانی در شهرهای مختلف به ویژه تهران، اصفهان، شیراز و مشهد دست به اعتراضات گسترده‌ای زدند. اعتراضاتی که در اعتراض به جمهوری اسلامی و حجاب اجباری بود. شاید بتوان گفت که این اولین بار بود که دانش آموزان همراه با سایر اقشار جامعه از جمله دانشجویان، کارگران، بازاریان و مردم معترض در کف کوچه و خیابان همگی و به صورت متحد علیه خامنه‌ای ضحاک به پا خواستند. تصاویری از دانش آموزان که عکس‌های خامنه‌ای و خمینی را زیر پای خود در کلاس‌های درس له می‌کردند و یا قاب عکس‌های آن دو را برعکس به دیوار نصب می‌کردند در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد. علی خامنه‌ای که از این اتفاقات به هیچ وجه دل خوشی نداشت در اولین اقدام و به دست نیروهای امنیتی اقدام به مسموم کردن دانش آموزان کرد و بنابر گزارش هایی بیش از 8000 دانش آموز در ایران مسموم شدند. اخبار نگران کننده از مسمومیت دانش آموزان عمدتاً دختر در ایران در حالی ادامه داشت که حتی وزیر بهداشت هم تایید کرد که سم خفیفی باعث مسمومیت دانش آموزان شده است و درباره منشأ مسمومیت هم گفت که بررسی اینکه سم از کجا می آید در حد وزارت بهداشت نیست و باید دستگاه‌های اطلاعاتی راجع به آن نظر بدهند. مسمومیت‌های زنجیره‌ای که از قم شروع شد و به همه استان‌های کشور سرایت پیدا کرد. حالا اما به نظر می‌رسد که علی خامنه‌ای و بیت او به اندازه کافی از انتقامی که به شکل مسمومیت بوده است سیر نشدند و حالا ضحاک زمانه دانش آموزان را به صف کرده است که قبل از شروع کلاس‌های درس عکس او را ببوسند. با هم قسمت هایی از این نمایش را در برخی از مدارس ایران میبینید. چه امامی و تبارک الله، چه غلامی و تبارک الله، نصرت الله و تبارک الله، قدرت الله و تبارک الله، آیت الله و تبارک الله، دست ید الله و تبارک الله، دست ید الله و تبارک الله، دل دریا توی، یل زهرا توی، تو سپاه ماهی، خود مولا توی، الله الله الله، چه علم داری، الله الله الله، چه سپاه داری. گفتنی است که این اقدامات علی خامنه‌ای در حالی انجام می‌شود که با شروع سال تحصیلی در مدارس او دستور داده است که معلمان حتی اگر مشغول به خدمت هستند بار دیگر غربالگری شوند. وی گفته است که از خطای راهبردی برخی مسئولان گذشته در کوچک انگاری قدرت تأثیرگذاری آموزش و پرورش انتقاد دارد و گفته است که اگر در 20 سال گذشته به موضوع مدرسه خوبتر رسیدگی کرده بودیم امروز بسیاری از مشکلات وجود نداشت. مشکلاتی که علی خامنه ای از آن صحبت می کند به طور قطع سلسله مخالفت هایی است که سال گذشته دانش آموزان سراسر کشور در مواجهه با علی خامنه ای کودک کش از خود نشان دادند. گفتنی است که این اقدامات علی خامنه ای در حالی است که اعتراضات سراسری مردم و خیزش ملی ایرانیان به هیچ وجه خاموش نشده است و تنها جمهوری اسلامی سعی می کند که با این اقدامات نشان دهد که کماکان در جامعه از مقبولیت برخوردار است. در همین راستا و در راستای خیزش ملی ایرانیان ظهر روز جمعه 7 مهر ماه جمعه خونین زاهدان تکرار شد و تیراندازی مأموران منجر به کشته شدن چند تن و مجروح شدن دست کم 33 شهروند شد، از جمله 4 کودک که به بیمارستان ها منتقل شدند. گزارش هایی که منابع محلی از بامداد منتشر کردند بیانگر برقراری جوی شبیه حکومت نظامی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان است و تعداد زیادی از مأموران امنیتی و ضد شورش با ادوات و ماشین های ضد شورش در سطح شهر مستقر شدند و به رغم اینکه رژیم جمهوری اسلامی مدعی شده است که سالگرد کشتار 8 مهر ماه آرام برگزار شد، گزارش های تصویری و فیلم ها و ویدیوها نشان دهنده یک
تقابل تمام عیار میان جوانان غیور میهن و وحوش علی خامنه ای است. در مقابل تمام این سرکوبگری ها و تقابلات حکومتی، اقدامات تبلیغی جمهوری اسلامی همچون ویدیویی که دیده شد در بسیاری دیگر از ادارات در حال تکرار است. بسیاری این اقدامات علی خامنه ای را چیزی شبیه سلام به سبک نازی ها در زمان هیتلر می دانند که در مقابل عکس هیتلر اینگونه سلام می کردند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که جمهوری اسلامی تمام تلاش هایش در این زمینه قطعاً با شکست مواجه خواهد شد، چرا که افزایش سرکوب و محدودیت های جمهوری اسلامی در سالهای اخیر موجب محدودیت های بیشتر آزادی های مدنی و اجتماعی مردم می شود و این یعنی اینکه به جای اینکه عوامل اعتراضات مردم برطرف شوند، آنها تشدید می شوند. همچنین وضعیت اقتصادی ایران در سالهای اخیر به شدت رو به وخامت گذاشته است. تورم، بیکاری و فقر در ایران به ویژه در میان جوانان به شدت افزایش یافته است و دانش آموزان ایرانی معتقدند که جمهوری اسلامی برای آنها هیچ آینده‌ای باقی نگذاشته است. دانش آموزان ایرانی در سالهای اخیر به دلیل دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی آگاهی سیاسی بیشتری نسبت به گذشته پیدا کردند و با مطالعه و تحقیق بیشتر به ماهیت جمهوری اسلامی پی بردند و این آگاهی سیاسی آنها را به اعتراض علیه جمهوری اسلامی ترغیب کرده است و از سوی دیگر موجب می شود که دستگاه‌های تبلیغاتی نظام هر چقدر هم که سعی کنند افکار دانش آموزان را منحرف کنند، آنها با دریچه‌های حقیقت مواجه شوند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.